میخوام سه تا روشو بهتون بگم. این کار انجام ندید. اگر انجام دادید. سلام بچه، تو این ویدیو میخوام بهتون سه تا روش احضار جن. اگه خاطرتون باشه تو ویدیویی که دیروز گذاشتم گفتم احضار روح با احضار جن متفاوته. میخوام تو این ویدیو سه تا روش احضار جن رو بهتون بگم و فقط میخوام یاد بدم. خواهش میکنم تست نکنید. بچه ها تست کردید، اینجا تو این ویدیو دارم میگم بماند یادگار. مسئولیتش تمام با خودتونه. چه جن مسلمون چه جن کافر، در هر صورت براتون اتفاقهای بدی خواهد افتاد، چون ورود به زندگی اجنه و ارواح براتون حاشیه داره و عاقبت کارتون معلوم نیست. همه هم الان توی کامنت بنویسید چش که بدونم انجام نمیده. قبل از اینکه توضیحات اصلی رو بهتون بدم لازمه یه سری نکات رو بهتون بگم. خواهش میکنم گوش کنید. اگر زدی رفتی جلو و 1,000,000 درصد انجام دادی، مقصرش خودتی. دایرکت ندید الان چی کار کنیم. هیچ کاری از من بر نمیاد. نکات رو کامل گوش بکن و این کارم انجام نده. جن مخلوقی از آتش، صاحب اختیاره و یک سری قدرت ها و توانایی هایی داره، ماورای قدرت و توانایی های انسان های عادی. کارهایی میتونن انجام بدن با سرعت خیلی بالا که آدم ها اگه بخوان انجام بدن خیلی آروم آروم انجام میدن. جنیان دو دستن، دسته مسلمون و دسته کافر. یاد کلاسه درس افتادم. اگه شما افتادید تو کامنت بنویسید. ما رسممون توی این چنل کامنت گرفتن، همه کامنت. یه دست از جنیان با گوش دادن به صحبت‌های پیامبر ایمان آوردن و مسلمون شدن و یه دسته دیگه نه، مثل تمام آدم‌هایی که الان توی دنیا یه دسته مسلمونن یه دسته مسیحیان. آقا جنهای مسلمان و جنهای کافره چقدر پیام میاد تو روایاتی که از اهل بیت هست. مراجع من بر اساس دین و جور چیزا دارم اطلاعات رو بهتون میدم. تو روایاتی که در مراجع دینی وجود داره انسان میتونه یک سری از موجودات ماورایی، یا بذار بهتر بگم اجنه رو به اختیار خودش بگیره، موکل بگیره. گرفتید؟ قطعا همه تو شنیدید. کسایی که این کار میکنن بهشون میگن مدیوم. خب بتونه موکل بگیره و یه سری استفاده ها ازش بکنه. حالا میتونه بردار شدن از بعضی چیزها و اذیت کردن، کار خوب کردن، ولی خب خیلی طبیعیه. مثل چاقویی که مثال زدم، با چاقو میشه میوه پوست کند، با چاقو میشه آدم کش. این بستگی داره چاقو دست کی بیفته دقیقا. برای همین استفاده از اجنه به عنوان موکل و برای استفاده یک سری از مقاصد ایرادی نداره، به شرطی که در موازین شرعی باشه. اصلا بحث شرع رو وسط میکشم. به شرطی که در موازین انسانی باشه. چقدر جوونی که شما همه تون شنیدی میگن فلانی وقتش بسته شده، فلانی نمیتونه ازدواج کنه، فلانی بچه دار نمیشه، فلانی شتک شده. چجوری اتفاق میفته؟ به خدا که همه رو با این اجنه میان دعا مینویسن براشون. دیدم آدمایی که بدبخت شدن. اسم واقعیتون، اسم مادرتون خواهش میکنم به هیچ کس ندین. اگه آدم عوضی کنارتون باشه خیلی راحت با همین دوتا آیتم میتونه بختتو ببنده، زندگیتو نابود کنه، دهنتو سرویس بکنه. بگید قول میدیم که این کارو نکنیم تو کامنت. ببین چقدر دارم قول میگیرم. این قول سوم بود، بنویسید قول میدیم تو پرانتز سوم. اما چیزی قطعی هستش و یقین داریم روی اون اینه که جنیان همیشه از ابتدای خلقت دوست داشتن بر انسان مسلط بشن. داستاناشو شنیدید، ریز نمیشن روش. اما این انسانه که تونسته با قدرت روح و ایمان خودش نسبت به اجنه برتری پیدا بکنه و بشه اشرف مخلوقات. بحث دینی باید نمی کنم، اون نکات مهمه، گوش کن. شاید الان یه سری فکر کنید بگید یه خب این جن کافر این جن مسلمون، نگه با جن مسلمون ارتباط برقرار بکنم خطری نداره. نه، این همه آدم مسلمونه بی اعصاب. حالا کافره اگه گیرش بیفتید دمنت سرویس میکنه، مسلمونه فقط چه میدونم مشلگت بهت میزنه، این ممکنه بیاد خانوادت هم نابود بکنه چون دین و ایمون نداره. این دین و ایمون داره، این لگت داره واسنت که میتونه بزنه. پس ارتباط با جن مسلمونم داستان داره، سراغ اونم نرو. اگر یه تایمی از یه جن مسلمون شما خواسته داشته باشید که براتون انجام بده، طبیعیه، بده بستون. هر رفتی برگشتی داره.
وقتی یه کاری برات میکنه یه کاری ازت میخواد، حالا ممکنه با نقره باشه، با قربانی کردن باشه و و و و، اما یه تایمی هم ممکنه ازت بخواد که با خانوادهشون وصلت کنی. دقیقا منظورم وصلته، یا باید دخترشون رو بگیری یا دختر بدی بهشون. بازم فکر میکنی میارزه؟ بازم من براتون روششو میگم، ولی دارم همه چیشو بهت توضیح میدم. نری بشی دو ماده اجنه عروس اجنه، من عروسیت نمیام بیشرم، نکنی کارو. نکته آخر و بریم سراغ سه تا روش. این که تو میخوای جن رو احضار بکنی، این سلکت نداره که مثلا بگی خب یه دونه تیک بزنی سفارشه، یه دونه جن مسلمون میخوام، قدش 185، وزنش مثلا 65، اینجوری اینجوری اینجوری. نه عمو، تو وقتی جن رو احضار میکنی نمیبینی که من که این همه اسم گفتم حتی ممکنه منم احضار کرده باشم. ببینید به خاطر یه ویدیو چه بساطی برای من درست میکنید. تو وقتی جن رو احضار میکنی نمیتونی سلکت بکنی، ممکنه جای جن مسلمون جن کافر بیاد، انتخابی نیست، مراقب باش. میخوام ستا روش رو بهتون بگم و یه بار دیگه اتمام حجت، این کار انجام اگر انجام دادید پای خطر کارتون وایسید و بدونید این کار عاقبت خوبی نداره. روش اول، کندور و استقدوس رو برمیدارید و میخورید و همزمان که دارید میخورید کافیه سوره مؤمنون رو تا قبل از طلوع آفتاب بخونید و بعدش فقط کافیه که این جمله‌ای که میگم رو بگید، احذرو یا فلان ابن فلان ابن فلان. حالا میتونید جای فلان اسم یکی از پادشاهان جنیان یا اسم هر جن عزیزی رو که بلدید به کار ببرید و موقع است که یک جن جلوی شما ظاهر میشه. روش دوم، تو روش دوم فقط کافیه که ساعت 4 صبح از آیه 19 تا 28 سوره احقاف رو 105 مرتبه بخونید. حواستون باشه لحظه‌ای که یکی از اجنه جلوی شما ظاهر شد خوف نکنید، نترسید، ترس بیشتر شما موجب هیجان اونا میشه و خوششون میاد. دوست ندارید که اجنه ایستگاهمون رو بگیرن. حالا وقتشه که سوالاتتون رو از اون موجود بپرسید و در نهایت کافی ازش خداحافظی کنید تا ارتباطتون پایان پیدا بکنه. جن روح نیست که دیده نشه، دیده میشه. اگر جای چیزی دیدی روح نیست، اون جنه. اگه با این روش رفتی سراغ احضار، تو شبهای بعد با تعداد کمتری هم میتونی اجنه رو احضار بکنی، ولی باز تو رو جد آباد دین و کار رو نکن، عذاب وجدان برای من درست نکن. یه کاری کن باز از این ویدیوها درست کنم، فقط ببین و بترس، بدون که وجود داره انجام نده. اما روش سوم و هیجان انگیزترین روش برای ارتباط با اجنه، قبل از اینکه جلوتر برم این ویدیو رو لایک کن و یه خبر بهت بدم. زمانی که لایک های این ویدیو 2000 رد بکنه، من روش سوم خودم تست میکنم. فقط کافیه این ویدیو رو هر جا که میشناسی شیر بکنی، توی گروه های خانوادگی، توی تلگرام، واتساپ، لایکش بکن، هر کاری که میدونی بکن. ویدیو رو تا انتها ببین، یه ثانیهش هم رد نکن. این کار باعث میشه که ویدیو دیده بشه و لایکش بره بالا. 2K لایک رد بشه، روش سوم رو که میخوام بگم خودم انجام میدم. گوش بکن، تو این روش ما از طریق یک کاغذ و قلم با اجنه ارتباط برقرار میکنیم. توی اتاق تاریک میشینی 10 دقیقه تمرکز میکنی به اجنه، سوره صافات رو تا آخر میخونی، یک کاغذ و قلم برمیداری میشینی و شروع میکنی به ارتباط گرفتن. ارواحی که در اینجا حاضر هستید، میخواهم از طریق این قلم با من سخن بگویید. دقیقا در این لحظه است که قلم شما شروع به حرکت میکنه در دستان خودتون، ولی شما نمی نویسید و موجودات از ما بهترون از طریق اون قلم با ما ارتباط میگیرن. اگه تمرکز ذهنی خیلی بالایی داشته باشید، اجنه از طریق ذهنتون هم با شما صحبت میکنن، حتی ممکنه بخوان یه ذره شیطنت بکنن. به حال شوخن دیگه، شوخیای خاص خودشون رو دارن. نه واقعا اینو میخندم، ولی شوخی های خاص خودشون رو دارن. ممکنه بگم مثلا من پدر بزرگتم، عمتم، خالتم، همونی که فوت شده و در قید حیات نیست، یعنی صدای وانتی میاد، همه چی داره رد میشه از اینجا. من
من چی بگم؟ چی بگم؟ تو کامنت بنویسید چی داره میفروشه؟ تموم شو؟ تاثیر گذار بود. لا اله الا الله. نکته پایانی. برای اینکه مطمئن بشید اونها توی اتاق حاضرن، ازشون بخواید یه چیزی رو تکون بدن، یه نشونه ای از خودشون بدن. و در آخر موقعی که کارتون تموم شد ازشون خداحافظی بکنید و بهشون بگید اخرج به حق سلیمان داوود. وقتی جن داره تو ذهنت باهات حرف میزنه یعنی تسخیر شدی. یکی از روشایی که کمک میکنه از بدنت خارج بشه. اونایی که بدنشون مورمور شده تو کامنت بنویسن مورمور شدیم بیشرف. بازم از این ویدیوها برات میذارم به شرط حمایت. روش سوم انجام میدم به شرط 2 لایک. همین الان ویدیو رو لایک کن و برای دوستات بفرست.